سه زوده توجکستان در شهر کراسنویارسک روسیه به منزل یک هموطن خود عمله آورده 532 هزار روبل او را به زوری کشیده گرفتند. این توجک بیچاره در اول ماه دکبر سال 2021 از شهر زیزیورنی واقع در تقریبا 140 کیلومتری شهر کراسنویارسک به کراسنویارسک آمده بود تا برای مغازه امکش مال و محصولات بخرد. یکی این روزنو بعد این عمله به توجکستان فرار کرده است، ولی دو نفر دیگر دستگیر شدند و از آنها همگی 240 هزار روبل پیدا کردند. مبلغ باقی مانده را آنها تقسیم و خرج کرده قسمی از آن پولها را به توجکستان به پدر و مادر و زن و فرزندان خود فرستادند. نزدیکان آنها در توجکستان فکر نمی کنند که لقمه حرام می خورند. آنها مطمئن بودند که این سه نفر در مهاجرت با مهنت حلال پول کار می کنند و به آنها می فرستند. داستان کشور کراسنویارسک روسیه روز 8 ایول سال 2023 از تصدیق فکر عیب دارکنی و برای بررسی به دادگاه نویه سویت این شهر سپریدن پرونده جنایتی دو شهروند توجکستان خبر داد. این دو نفر موقتا در کراسنویارسک به سر می برند و بر اساس قسم 3 ماده 162 کودکس جنایتی روسیه به حمله روزنانه گروهی به منزل شخص دیگر بر اساس مسئلیت پیشکی و با استفاده از زوراوری و سلاح به یغما بردن مبلغ بزرگ بیش از 500,000 روبل عیبدار می شوند. به آنها بر اساس این بند قانون از 7 تا 12 سال زندان و جریمه به مبلغ تا 1,000,000 روبل تعدید می کند. خود دستگیر شدگان و یا ادوکاتای آنها برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات شام 5 دکبر سال 2021 سه شهروند توجکستان در شهر کراسنویارسک با یک بهانه بافته وارد منزل اجاره یک هموطن خود شدند. این جوان توجک برای خرید مال و محصولات به کراسنویارسک آمده بود. با خود 250 هزار پول نقد و در کارت بانکیش 282 هزار روبل دیگر داشته است. روزانا با استفاده از قوه جسمانی و تعدید کشتن با کارت 250 هزار روبل این وطن خود را به زوری کشیده گرفته، با استفاده از برنامه سپربانک توسط تلفن 7 هزار روبل را از حساب او به حساب خود گذرانیدند. از بس که از طریق برنامه سپربانک مبلغی از این بیشتر رو گذراندن نتوانستند، آنها جوان توجک رو مجبور کردند که 275 هزار روبل مبلغی در حسابش باقی مانده رو در یکان بانکمات پول نقد کرده بگیرد و به آنها بدهد. جبری دیده از ترس جانش امروی رهزنو تا شعبه نزدیکترین بانک رفته، همه پول باقی مانده در حسابش بوده رو پول نقد کرده به رهزنها داده است. لحظه امرو با رهزنها به بانک وارد شدن جبر دیده و از بانکمات پول گرفتن او به دوربین ویدیو کامیراهای نظارتی افتاد و پلیس ماس بر اساس همین ثبت‌های ویدیویی شخصیت رهزنها را معین و دو نفر آنها را دستگیر کردند. جنایتکار سیوم به تاجیکستان فرار کرده است و حالا در جستجو قرار دارد. ثبت‌های ویدیویی همچون یک دلیل اساسی در این پرونده روزنی شدند. در عموم روزنها از آن تاجیک جبر دیده 532 هزار روبلش را کشیده گرفتند، ولی هنگام بازداشت از آنها مگی 240 هزار روبل یافتند. باقی مانده را آنها به منفعت خودشان خرج کرده قسمی را به وطن برای نزدیکان خود فرستادند. اما لقمه حرام هیچگاه به کس نصیب نمی کند.